دیریست که در قربت تو خسته ترینم، ای خانه دلدادگی و خیابون قیتری هست. منم حاج حمید نوری دامت حفاظتو. من با یک اتهام و یک شکایت پوچ و بدون سند و دلیل و مدرک به شکل خیلی سر و زنندهی بازداشت شدم. جزئیات تازه از چگونگی سفر و دستگیری حمید نوری در سوئد. تلفن همراه او چگونه هویتش را افشا کرد. همچنین در برنامه امشب دومین روز اعتراض به بیابی در استان چهارمحال و بختیاری. مردم نگران انتقال آب به استانهای همجوارند. ناظران دلواپس تنش‌های اجتماعی. مرحله چهارم درآوردن و فروش نخل‌های روستای رودکاریاب به کشورهای ایران. تداوم فروش نخل به کشورهای همسایه ایران. مقام‌ها می‌گویند قاچاق است، نخلداران می‌گویند چاره‌ای ندارند. و استادیوم‌های قطر برای جام جهانی فوتبال زیر ذره‌بین ناظران. طراحی مدرن برای سازگاری با گرمای سوزان صحرا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. فردا در 43 جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم او در جایگاه متهم قرار می‌گیرد تا از خود دفاع کند. در پرونده‌ای پرفراز و نشیب که تا همینجا هم پیامدهای بی‌سابقه‌ای داشته. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام صدها زندانی سیاسی در تابستان سال 67 در ایران است. او 2 پیش به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. بی بی سی حالا به جزئیات تازه‌ای از چگونگی سفر و بازداشت او در سوئد دست یافته. همینطور به محتویات گوشی تلفن همراه او که هویت او ملقب به عباسی را تایید کرده. ژیار گل در گزارشی تحقیقی نگاهی کرده به جزئیات تازه از پرونده حمید نوری. من با یک اتهام و یک شکایت پوچ و بدون سند و دلیل و مدرک به شکل خیلی سخت و زنندهی بازداشت شدم. این صدای حمید نوری است، صدای زندانبان سابق. او به اتهام جنایت جنگی و قتل زندانیان سیاسی از 2 پیش در استکهلم سوئد بازداشت شده است. یعنی این گروهک‌های وابسته و جنایتکار و اعضای آنها. حمید نوری از اینجا از عملکرد همکاران سابقش در دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تمجید می‌کند. همکاران عزیزم در دستگاه قضایی که من افتخار و سعادت آن را داشتم تا مدتی در کنار شماها باشم و خدمت کنم. حمید نوری کیست؟ او چگونه سر از سوئد در آورد؟ مدارک و تصاویری که به بی بی سی رسیده چهره دیگری از او نشان می‌دهد. دیریست که در قربت تو خسته ترینم. خیابون قیتری هست. منم حاج حمید نوری دامت حفاظتو. صدها صفحه از باجویهای دادستانی سوئد از حمید نوری و مدارک علیه او به دست ما رسیده. این اسناد می تواند به بسیاری سوالات درباره حمید نوری و چگونگی دستگیری او پاسخ دهد. میخواستم ازتون بپرسم که میتونین توضیح بدین که چه کسی شما رو دعوت کرد که از ایران بیاین به سوئد؟ منو هرش صادق ایوبی که به نام آریان اسم مستعارشه منو دعوت کرد. چون اسم هرش اسم سختیه. خب سال 2012 دختر خونده حمید نوری رو من توی ایران ملاقات کردم. این خانم برگشت گفت اگه یه روزی روزگاری توی ایران شما یا دوستاتون حکم قصاص داشتین به من بگو، من یک نفر رو دارم با یه مبلغی این حکم رو برمیگرد. تصیف راچله. اون فرد با نفوذ حمید نوری،
پدرخوانده خانم سابق هرش صادق ایوبی بود. هرش بارها به تهران سفر کرد و با خانواده حمید نوری دیدار کرد. اومدن توی یه رستورانی تو تهران. از رستوران که داشت میرفت بیرون دیدم اسلحه‌اش افتاده بیرون، چاک کته افتاده زیر و این برای من معما شد. چه لزومی داره سر یه ملاقات خانوادگی با اسلحه بره؟ آریان خدا بکشه تو رو، چه کردی؟ در سال 2018 میلادی دخترخوانده حمید نوری و هرش از هم جدا می شوند. یکی از آشنایان هرش در دستگاه قضایی ایران درباره حمید نوری به او اطلاعاتی می دهد. هرش دیگر جرأت رفتن به ایران نمی کند. حالا این شخص از داخل دادگستری ایران با تو حرف زده، کسی بودی که رابطه تو بوده؟ بله. من این تاریخ این مسیج رو میبینم دقیقا 6 ماه قبل روش بوده. این میتونی اینو پخش کنی؟ صداش بشنم؟ نه صدا نباید پایین. صدای این شخص که 6 ماه پیش از دستگیری حمید نوری برای هرش فرستاده شده را بازسازی میکنیم. این عکسی که فرستادی حمید نوری معروف به حمید عباسی، سابقه کاری ایشون در دادگاه انقلاب بوده، وزارت اطلاعات بوده، سازمان زندان ها بوده و زندان اوین. 6 ماه قبلش تو این شخصی که داشتی گفت آقا مواظب باش این حمید نوریه، این خیلی ارتباطات قوی داره تو ایران، مواظب باش برای تو پرونده سازی کرده برنگردی ایران. دقیقا. همزمان هم به من زنگ میزد با لحن خوب، با لحن خوب، عاشقتم، دوستت دارم، فدات بشم، بمیرم برات، چرا نمیای تهران، مهمون من باش، در خدمتت باشم. اینم آفتاب به این خوشگلی، نگاه که آفتابو چقدر خوشگله. آریان جاد خالی، تو بیای تهران با هم اینجا قدم بزنیم. هرش درباره گذشته حمید نوری بیشتر کنجکاو میشود. نشستم توی گوگل زدم حمید نوری، هیچی نمی اومد. الان بزنی شاید 1000 تا آرتیکل بیاد جلو. اون موقع نمی اومد. اون موقع هیچی نمی اومد، 3 یا 4 تا آرتیکل اومد جلو که زده بود قتل عام و اینا. یه دونهشو خوندم که آقای مصداقی نوشته بود. خب من ایرج مصداقی، ایرج مصداقی ایشون هم خب نمیشناختم من. اینکه قتل عامی صورت گرفته روح من خبر نداشت، همینطور که شما میدونید مثلا سیاسی نیستم. ما همه 7 سال بود زندان بودیم. بعضی بچه ها 7 سال پایان حکمشون میگذشت. میدونید هر سری اعدامی که میکردن جشن میگرفتن. هرش با ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق زندان گوهردشت تماس میگیرد و با هم دیدار میکنن. همدیگر رو رفتیم دیدیم، یه چای خوردیم. اسمم نبردم تا اون لحظه. عکس رو از رو گوشیم نشونشون دادم. گفتم شما این شخص رو میشناسین؟ گفت بله. خیلی خوب میشناسم. اسمش حمید عباسیه، اسم اصلیش هم حمید نوریه. حمید نوری در بازجویی‌های خود با دادستانی سوئد هرش را متهم می‌کند که او را با نقشه به سوئد کشانده است. مدارک و بلیط هواپیما رو هرش برای من گرفت، گفت چند روز می‌برمت اسپانیا، اونجا برام هتل رزرو کرد، یک سره به من التماس و خواهش میاد که زودتر بیام. مصداقی باز با من تماس گرفت، برگشت گفت با این فرد نجنگ، خودتو بدبخت نشون بده که آره دعوا تموم شده، حالا پاشو بیا کمک کن این مسئله من حل بشم. همزمانم یه کشتی میریم، 4 تا دخترم میبینیم، 6 تا پیکم مشروب میخوریم. بلیط هم بگیر همون 10-15 روز دیگه، 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، چون من تهران کار دارم زیاد نمیتونم. دوست دارم پول بلیط مهمون منو، اومدی کشتی میری مهمون منو، اینجور چیزا. بس مصداقی داد، من ندادم و اصلا این پرونده به منم ربطی نداره. من همین نوری نمیشناختم. صبح آقای ایرج مصداقی من تلفن کرد، روز 17 اکتبر، گفت همچین آدمی داره میاد. گفتم این کیه؟ گفت این کارا رو کرده. گفتم شما 3 تا شاهد بیار ما دستگیرش میکنیم. پرونده دادستان‌ها علیه حمید نوری نشون میدهد که وکیل بریتانیایی کاوه موسوی فعال حقوق بشری در 4 نوامبر 2019، 5 روز پیش از دستگیری حمید نوری،
در یک درخواست اضطراری شکایتی به پلیس سوئد می‌دهد. مشارکت در جنایت جنگی، مشارکت در امر شکنجه که جنایت بین‌المللی است، مشارکت در قتل و پس ندادن جنازه که خود جرم مستمر است که طبیعتاً نمی‌تواند مشمول مرور زمان باشد چون جرم ادامه دارد. وکیل کاوه موسوی به همراه یک وکیل سوئدی با ارسال ده ها سند و شهادت شاهدان علیه حمید نوری او را متهم به نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت می کنند. آنها خواهان دستگیری حمید نوری به محض ورود به استکهلم می شوند. برای اولین بار یک وکیل بریتانیایی دو روز پیش از دستگیری حمید نوری با من تماس گرفت و درباره مشمول زمان بودن جرم پرسید. مارک کلمبرگ یکی از حقوقدانان سوئدی است که در امور جنایت جنگی صاحب نظر است. او در دادگاه حمید نوری به عنوان کارشناس شهادت خواهد داد. پلیس و دادستانی سوئد ابتدا تردید داشتند. دو روز قبل از دستگیری حمید نوری در یک صفحه برای آنها شرح دادم که جرایم جنایت جنگی، نسل‌کشی و قتل که در سال 67 رخ داده مشمول مرور زمان نمی شود. دادستان‌های سوئدی می گویند همه اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را جدی می گیرند. وقتی که دادستانی سوئد از پرونده آگاه میشه ما موظفیم به اون رسیدگی کنیم. بر اساس اصل صلاحیت جهانی ما صلاحیت رسیدگی به بسیاری از جرایم در سراسر جهان رو داریم. دادستانی سوئد مستقله. ما بر اساس اتهامات تصمیم میگیریم. 9 نوامبر 2019 حمید نوری با پروازی از تهران به طرف استکهلم در حرکت است. پلیس تحقیق جنایت جنگی سوئد در فرودگاه مستقر می شوند. به محض ورود حمید نوری به خاک سوئد او را دستگیر می کنند. اگر آقای موسوی نبود، اگر ایرج مصداقی نبود یا اگر من نبودم، خب این داستان همه با هم دست به هم دست به هم بود و یه حالت اتحاد. دادستان های سوئدی حمید نوری را متهم کردند که با نام مستعار حمید عباسی به عنوان دادیار در اعدام ها نقش مؤثری داشته است. معتقدم قوانین سوئد و تحقیقات ما از متهمان به جنایت بین المللی این پیام رو میفرسته که سوئد محلی امن برای نقض کنندگان قوانین بین المللی نیست. حمید نوری ابتدا هر گونه ارتباط با زندان گوهردشت را انکار میکند و میگوید او حمید عباسی نیست. شما بدونید که اگه من کوچکترین خلافی کرده بودم یا جرمی کرده بودم یا میترسیدم موبایل هستی رو با خودم نمی آوردم. اما محتویات تلفن همراه او نشان میدهد حمید نوری در پیام‌های خود به اشخاص مختلف بارها خود را حمید عباسی معرفی میکند. پیام‌های تلفنی همراه او نشان می‌دهند حمید نوری ارتباط نزدیکی با سران حکومت، مسئولان قضایی و امنیتی داشته است. در پیامی حمید نوری محسنی اژه‌ای، معاون وقت قوه قضایی را به افطار دعوت می‌کند و می‌گوید فقط بچه‌های قدیمی اوین هستند. در پیام دیگر او با شوخی به شخصی می‌گوید اگر نیاید به رئیسی می‌گوید که او را عوض کنند. منظور او از رئیسی رئیس وقت قوه قضایی است. همکاران عزیزم مخصوصاً در دستگاه مقتدر و قریب و قدرتمند قضایی باشم. کاشکی می‌دیدی بی تو چه کرده ویدیوی حمید نوری که در تهران ضبط شده. با تو به هر غم سنگ صبورم. و این هم خواننده مورد علاقه او مرجان. طنز قضیه اینجاست که مرجان از هواداران سازمان مجاهدین خلق در ایران بود که بازداشت شد. بی توی جادم که سوت و کورم. ژیار گل خبرنگار امور بین‌الملل بی بی سی فارسی از استکهلم همین حالا
با ما هست. ریار، گزارشت رو الان دیدیم، کمی با ما بگو که چرا در استکهلم هستی. میدونم که فردا قرار هست حمید عباسی یا حمید نوری ملقب به عباسی در این دادگاه بیاد و دفاع بکنه از خودش. کمی به ما بگو که چه خواهد گذشت اونجا. خود به هر حال همون جوری که اطلاع داری، حمید نوری بالاخره بعد از ماها دو سال در بازداشت و بعد از چندین ماه از مرداد ماه امسال که شاهدا و شاکیا به هر حال اونجا شهادت دادن، قرار از فردا از خودش دفاع بکنه. خب در گذشته گفته بود که اسم او حمید عباسی نیست، اما همون جوری که در گزارش دیدید مدارکی که پلیس از تلفن او به دست آورده نشون میده که ایشون اسمش عباسی بوده، در گوهردشت در اقلیم کار کرده. به هر حال تا به امروز مجید در این در طول مدت این دادگاهی هم باره از موضع خودش دفاع کرده، اتهامات رو رد کرده و از دستگاه قضایی ایران و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان به خصوص زندانیان در سال 67 دفاع کرده. کمی بهمون بگو که چطور شد، در روند تهیه این گزارش چگونه بود، اطلاعات رو چگونه به دست آوردی؟ ببینی خب در این گزارش ما تلاش کردیم از یک طرف با برحال داماد ایشون که داماد سابقه ایشون که بالاخره تنها شخصی میشه گفت الان در خارج از کشور داره حرف میزنه و اون با ما حرف زد و تونست مدارک و اطلاعاتی بده که بالاخره یک گوشه ای از زندگی آقای نوری رو در ایران نشون بده. و از طرف دیگه خب بخش عظیمی از پرونده حمید نوری در سوئد قابل دسترسی هست، اوپن سورس هستش، میشه اونجا تحقیق کرد. ما تونستیم هزاران صفحه از این پرونده رو به دست بیاریم و نگاه بکنیم که دادستانی چه مدارکی علیه ایشون داره و تا چه حد به هر حال این مدارک میتونه مورد قبول قاضی قرار بگیره در نهایت که دادگاه خاتمه پیدا میکنه. به اون بگو که برنامه شما برای پوشش دادگاه در چند روز آینده چه هست؟ ما در چند روز آینده به همراه همکارم امید منتظری اینجا خواهیم بود و از تلاش خواهیم داشت با شاهدا و شاکیا صحبت های پیشون در دادگاه خواهم کرد، با کارشناسا، با افرادی که به این پرونده آگاهی دارن، هم سوئد هم کارشناسای دانشگاهی اینجا صحبت های داشته باشیم که بتونیم یک تصویر رو از روند دادگاهی ارائه بدیم و همچنین واقعیت سیستم اینجا رو نشون داده بشه که آقای نوری تیم وکیلای رو داره که دارن ازش دفاع میکنن و ایشون وقت خواهد داشت که اتهاماتی که بهش وارد شده به حال پاسخ بده. ممنونم از جیار گل، خبرنگار امور بین‌الملل بی بی سی فارسی که از استکهلم به ما پیوسته بود. معترضان به کم آبی برای دومین روز پیاپی در شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری ایران، به خیابون اومدند و علیه مسئولان شعار دادند. اونها خواهان تأمین آب آشامیدنی این استان و توقف طرح‌های انتقال آب از این استان به استان‌های دیگه هستند. در اصفهان هم بیش از دو هفته است که معترضان شبانه روز بر بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. پرهام قبادی گزارش میده. اینجا چهارمحال است، بردن آب حرام است. اینجا چهارمحال است، بردن. اعتراض به بیابی به استانی دیگر در ایران سرریز کرده. اینجا در شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، شعار معترضان یادآور اعتراضات چند ماه پیش در خوزستان است. به مدیریت آب در استانشان گله دارند و به انتقال آب به استانهای دیگر برای پروژه‌های صنعتی. فقط به مسئولان استانی بسنده نکردند. عالی‌ترین مقام مسئول در کشور را هم هو کردند، رهبر جمهوری اسلامی. مردم شهر کرد همیشه پشت ولایت فقیه بودن. این شدیت دست این جامعه نیست. به آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب سلامتی جمعه. تنها سه روز بعد از اتفاقی مشابه در اعتراضات اصفهان، استان همسایه، معترضان عصبانی در شهر کرد تهدیدی هم چاشنی شعارشان کردند. اگر ایرمان،
به دست بگیرم. برنو سلاحی قدیمی است که از 80 سال پیش دست اشایر بختیاری است. جدای از مسئولان، شعارهای زیادی هم علیه تلویزیون ایران دادند. اعتراض به شمع آبی. این اخبار ساعت 1 بعد از ظهر تلویزیون ایران است. تظاهرات در 7 استان یمن علیه جنگ و اشغالگری، شعار یمنی ها علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی. اعتراض در شهر کرد در خبرها جایی نداشت. الموت لاسرائیل. معترضان میگویند فعلا دست از تظاهرات نمیکشند. بعد از آدمای باشرف، فردا، روز بعد، روزهای بعد، بعد از اسلام، همین جلوی استان جان. دوشنبه مثل اصفهانی ها که حدود 2 هفته است خانه نمی روند، شبها را بر بستر خشک زاینده رود صبح می کنند. می خواهند آب به شریان حیاتی شهرشان برگردد. امروز 30 آبان 1400. عده‌ای دست به کار شدند که معترضان گرسنه نمانند. غذای امشب و 22 سالمه، حق منو میخوام، تیر نزن. چند ماه پیش هم اعتراض به بیابی در خوزستان به شدت سرکوب شد. به خاطر سوء مدیریت آب، استانهای ایران تشنه اند و هر روز صدای اعتراض از گوشه‌ای بلند میشود. ما کمبود آب نداریم، ولی به خاطر اینکه سالهای سال سوء مدیریت داشتیم به این اوضاع رسیدیم. این فاجعه ها به سر ما. ما با مردم اصفهان هیچ دشمنی نداریم. مردم اصفهان برادرای ما. علی‌رغم این اطمینان خاطر دادنها، برخی نگران تنش بین استانهای ایرانند. شاید به خاطر شعارهای این چنینی. پرهام قبادی، بی بی سی. کاوه مدنی، استاد مؤسسه سنجش از دور سیستم زمین در دانشگاه شهری نیویورک از تورنتو با ما هست. آقای مدنی پیشتر معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودند. آقای مدنی خیلی خوش آمدیم به برنامه. این استان چهارمحال بختیاری اصولا استان پرآبیه، خودش منبع آب بوده برای استانهای دیگه. چطور میشه کار به جایی میرسه که عملا گفته میشه در بسیاری از شهرهای این استان هم الان با تانکر دارن آب رسانی میکنن؟ در تقسیم بندی فقر آب یا کمبود آب دو نوع در واقع دسته بندی داریم، یکی فقر اقتصادی آب و یکی فقر فیزیکی آب. فقر اقتصادی آب زمانی رخ میده که آب هست اما زیرساخت‌های لازم برای استفاده از اون آب مهیا نشده. ما یه بحثی رو که دائم داریم میشنویم در مورد چهارمحال بختیاری اینه که شهرهایی وجود دارن که آب ندارن یا روستاهایی وجود دارن که آب ندارن. خب این آب به اندازه کافی هست برای اینکه به این افراد، خلاصه به این جاها آب رسانی بشه، به شرطی که زیرساختاش فراهم بشه. یک گونه فقر آبی داریم که فقر فیزیکی آبی است. هم زمانی رخ میده که اونقدر آب برداشت کنی که دیگه چیزی نمونده باشه. در کل حوزه ما اون شرایط رو داریم. حواسمون هم باشه که استان چهارمحال بختیاری یک بخشش در واقع با حوزه آبریز زاینده رود تلاقی داره و بخش در واقع بقیهش لزوماً بر این بخش منطبق نیست. الان ما یک جنگ روایت ها رو هم داریم. یعنی این جنگ روایت ها دامن میزنه به شرایط کنونی. هر کسی از منظر خودش مسئله رو میبینه. بالا دستی ها نگران برداشت پایین دستی ها و انتقال آبن. پایین دستی ها اعتراض دارن به توسعه اخیر در بالا دست و حقابه قدیمی خودشون رو در واقع
مبنا میدونن، به انتقال آب به یزد اعتراض دارن، به انتقال در واقع به مصرف صنایع اعتراض دارن کشاورزان مردم، و این بحث در واقع بحثی که داره رخ میده و جنگ روایت ها خیلی میتونه خطرناک باشه اگر در نبود اطلاعات دقیق علمی و بدون سوگیری سیاسی و اقتصادی در واقع رخ بده. حاکمیت عملا دلیل این شرایط کنونی رو کاهش بارندگی میدونه، و آیا میشه اگر روایت حاکمیت رو بخوایم بپذیریم میشه متصور بود که با بارندگی های بیشتر این مسئله و این مشکل حل بشه؟ من فکر میکنم که مردم دیگه اون مرحله رو رد کردن، یعنی مردم ایران انقدر آگاه هستن که دیگه میدونن مشکل ورشکستگی آبی کنونی ایران مربوط به گرمایش زمین یا کاهش بارندگی نیست. البته این معنیش این نیست که خشکسالی یا گرمایش زمین بی تأثیره، حتما اونها تأثیر دارن به عنوان مؤلفه های، اما حواسمون باشه کی داریم ما این خشکسالی رو میبینیم؟ بعد از دو سال بسیار پرباران، جریانات خوزستان رو یادتون باشه، اتفاقاتی که در سراسر کشور داره رخ میده رو یادتون باشه. ما امروز به مسائل اصفهان بیشتر توجه میکنیم، همون زمان که خوزستان مشکل داشت در اصفهان کشاورزها اومده بودن و اعتراض داشتن و کمتر دیده شد. داستانها لزوما همیشه رسانه‌ای نمیشن، این داستانها در سراسر کشور داره تکرار میشه و بدتر و بدتر خواهد شد. حالا این وسط دو سال شانس میارن، حاکمین بارندگی میشه، ابر و باد به کمکشون میاد، اما در دراز مدت این وضعیت فقط بدتر و بدتر خواهد شد. الان همونطور که خودتون هم اشاره کردید در استانهای مختلف میبینیم که مردم بیرون آمدن. خودتون هم در گزارش شنیدید که یکی از معترضین میگفت ما میدونیم که مشکل سوء مدیریت، مشکل کم آبی نیست. در شرایط کنونی پیش بینی شما چیه؟ شما پیشتر پیش بینی ورشکستگی آبی رو در ایران کرده بودیم و همینطور گروه های دیگه، پیشبینیتون اینه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آینده نزدیک منظورم هست. پیشبینی نبود، من اعتقاد داشتم در واقع چندین سال مدت هاست که ایران دچار ورشکستگی آبی است. ورشکستگی آبی شرایطی رو در واقع به تصویر میکشه که در اون موجودی آب از میزان حقابه ها کمتره، یعنی مصرف کنندگان با حق و حقوق و خلاصه چک در دست اومدن مالشون رو بگیرن، اما مالی وجود نداره. تخصیص بیش از حد، بارگذاری بیش از حد عملا وضعیت ورشکستگی آب رو در جاهای مختلف کشور رقم زده. این وضعیت معنیش اینه که اولین قربانی محیط زیسته، بعد از اون اقشار آسیب پذیر در هر کجا. کشاورزها معمولا آسیب پذیرها هستند، مردم روستاها آسیب پذیرتر هستند و حقوقشون قربانی میشه به خاطر اینکه حاکمان از مردم شهر میترسن، از تعطیل کردن صنایع میترسن، و این وضعیت بدتر و بدتر میشه مگر اینکه حکمرانان آب کشور یک تصمیم سخت و مهم بگیرن و اون تلاش برای کاهش مصرف در همه بخش هاست. برای اون هم باید اقتصاد ایران دگرگون بشه و یه سری باز تصمیمات سخت‌تر و جراحی‌های سخت‌تر در حوزه اقتصاد رخ بده که فشار اقتصاد ایران بر منابع طبیعیش کاهش پیدا کنه. در کوتاه مدت با شعارهای پوپولیستی و در واقع شعار افزایش تولید این اتفاق نخواهد. ممنونم شما آقای مدنی. کاوه مدنی، استاد مؤسسه سنجش از دور سیستم زمینی دانشگاه شهری نیویورک. و برای بحث بیشتر مسعود باستانی به ما پیوسته، روزنامه‌نگار از تهران. آقای باستانی مطالعات و پژوهش‌هایی در مورد جنبش‌های اجتماعی در ایران داشتند. آقای باستانی، جنس این اعتراض‌هایی که الان در حالا شهر کرد شاهدش هستیم، در اصفهان شاهدش هستیم، در خوزستان شاهدش بودیم، جنس اینها چیه؟ عملاً حاکمیت تا اینجا به نظر میرسه در برخی موارد مسالمت آمیز برخورد کرده با این اعتراض ها. به چه دلیل اون چه بوده؟ سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان برنامه. ببینید، بذارید از آبان تلخ 98 شروع کنیم و بگیم که در واقع میتونم بگم که این جنبش های اجتماعی پس از اون که به یک گونه جدیدی از جنبش های اجتماعی در جنبش سبز متولد شد، اما واقعیت اینه که در سالهای اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم، جنس این جنبش ها و مطالباتشون به شدت در واقع معیشتی و به دنبال مطالبات عینی و ملموس
ملموستری هستند، یعنی مطالبه ای به نام آب زاینده رود، آبی که باید در واقع به صورت عینی و واقعی توی زاینده رود جریان پیدا بکنه، یا مطالبه ای برای مطالبه ای همونطوری که در خوزستان اتفاق افتاد، مطالبه ای برای دریافت آب جهت در واقع کشاورزی و معاش روزانه شون، و مطالبه ای برای آب استفاده از آبی که دارن منابع اون رو مردم شهرکور و مردم استان کوکیلو و بویراحمد میبینن در واقع اون ارتفاعات، و در واقع دارن میبینن شاهد انتقال این آب هستن از طریق تونل‌های کوهرنگ. به هر حال این مطالبه مطالبات خیلی عینی و ملموس هست و خیلی هم با اون ساختار سیاسی کشور و ساختار در واقع ساختار سیاسی و اون لابی‌های سیاسی و اتفاقات و رخدادهایی که در فضای سیاسی کشور میفته حالا و درای کسب قدرت سیاسی خیلی کاری نداره، بلکه به دنبال مطالبات خیلی ملموس هستن که در واقع بتواند تأثیر مستقیم و فوری و خیلی عینی داره روی زندگی جاری و زندگی و معیشت روزانه شون. خب عملاً رگ حیات بخش بزرگی از جامعه است در حال حاضر برای کشاورزها که مسئله معیشتیشون هست، در آینده نزدیک اونطور که خیلی ها میگن مشکل به آب شرب هم خواهد رسید. فکر میکنید حاکمیت در قبال این اعتراض‌ها چه خواهد کرد؟ ببینید، همونطور که آقای مدنی هم گفتن، یه نکته ای که خیلی باید باش در نظر داشته باشید، با بحران‌ها در ایران و در واقع این اعتراض‌ها محصول این است که بحران‌های پیچیده چند لایه و در واقع چیز به وجود اومده، پشت سر هم متوالی به وجود اومده. یعنی اگر بخوایم یه تعریفی بکنیم، بحران‌های ایران سه تا ویژگی مهم داره. یکی اینکه ترکیبی‌اند، دو متوالی هم و سه فزاینده‌اند، یعنی بحران بیابی بحران اقتصادی رو به دنبال داره و یا بالعکس بحران اقتصادی باعث نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی میشه و بحران اقتصادی به دنبال خودش افزایش آسیب‌های اجتماعی رو داره. این فزاینده بودن و در این حال ترکیبی بودن بحران‌ها و نکته دیگه‌ای را که در نظر بگیرید اینه که به هر حال به نظر من بحران‌های زیست محیطی در ایران محصول دو، یک غفلت و یک تغافلن. غفلت شهروندان در پیگیری مطالباتشون و تغافل مسئولین در بی‌توجهی به آنچه که بر سرنوشت کشور داره اتفاق می‌افته، آنچه که با منابع کشور دارن باهاش بازی می‌کنن. از اولش هم در واقع تغافل مسئولین باعث شد و مدیریت نابسامان باعث شد که در واقع صنایع ایران در مناطق مرکزی ایران قرار بگیره، در حالی که ما می توانیم در کنار دریاها صنایع اصلیمون رو شکل بدیم. این یه نکته. نکته دیگه این که در واقع مواجهه با این تجمعات، تا زمانی می توانید این تجمعات رو ادامه بدن که این تجمعات بتونه در واقع میخوان که یه به نوعی هدایت شده باشه، اما واقعیت اینه که تراکم مطالبات و تعددشون، کما اینکه در اصفهان شما شاهد بودین که شهروندان از یک منظر وارد تجمع شدن و کشاورزان یا روستایان از یک منظر دیگری، روستایان به دنبال حق آب یا آب در واقع مورد نیاز برای کشاورزیشون بودن و شهروندان دغدغه‌های زیست محیطی یا در واقع دغدغه نشست داشتن توی جامعه. اما تو شهرکرد چه اتفاقی میفته؟ تو شهرکرد علاوه بر این احساس محرومیت نسبی هم این رخ میده، یعنی که به صورت ضمنی شهروندان به نظرشون میاد که در واقع تبعیض داره قائل میشن بین آبی که اینجا منابع آبی که در استان اونها هست و در واقع استان اصفهان که اعتراضات شکل گرفته. حتی نسبت به انعکاس رسانه‌ای این احساس تبعیض قائل میشن و میگن چرا صدا و سیما اصفهان رو پوشش میده، در واقع اعتراضات اصفهان رو پوشش میده و اعتراضات شهرکرد رو پوشش نمیده. در حالی که علاوه بر اینها دو تا نکته باید در اول مد نظر باشه. بحران‌هایی که به شکل در طول زمان شکل گرفتن اتفاقا راهکارهای آنی و فوری ندارن، بلکه راهکارهای چسب زخمی و راهکارهای فوری فقط میتواند به صورت مقطعی یا مثلا امسال و پارسال اینها اینو پوشش بده، در واقع ساکن کنه. باید این صبوری رو داشته باشیم که بتوانیم فضا رو برای ایجاد راهکارها یا راه‌حل‌های طولانی مدت مهیا کنیم. نکته دوم مهمتر از این هم این است که صرفا به دنبال مطالبات منطقه‌ای و مطالبات مستقیم نباشیم و اگر بشود ملی فکر کنیم در واقع بهتر میتونیم به این نقطه برسیم. اما متاسفانه شاهدیم که در واقع مسئولین عالی رتبه کشور توجهی ندارن، در حالی که مثلا این همه اعتراضات هست، اصفهان به اون شلوغی، شهرکرد و بعد دیگه نماینده های مجلس کشورمون درگیر طرحهای عجیب و غریبن. الان فعلا ترجیح میدن که لایحه یا بخشی از ترجیح میدن طرح جمعیت و رشد جمعیت رو بیارن که در افتضاح یا در درگیر نگهداری حیوانات، طرحی برای تجمیع حیوانات خانگی هن و اصلا نگاهی
به این بحران ها ندارم و این بیش از همه چیز نگران کننده است. آقای باسری، میخواستم در رابطه با همین چیزی که شما گفتین، اینکه عملا نگاه ملی تری به مسائل داشته باشن، در حالی که این چیزی که امروز شاهدش هستیم، خیلی ها نگران ایجاد یک تنش اجتماعی قومیتی یا حتی استان با استان هستند، نگرانی از اینکه دود اون به چشم خود مردم بره بیشتر از اینکه حتی به چشم مسببان اونها که درست مدیریت نکردن منابع آبی رو، یعنی حاکمیت، بره. چقدر نگران اون مسئله هستید؟ بله، این دغدغه بسیار مهمه. ببینید، خوشبختانه اتفاق اصفهان نشون داد که مردم ایران به هر حال اون بخشی که در فضای مدنی جامعه میخوان فعالیت بکنن و حداقل طرح مطالباتشون داشته باشن، این توسعه فکری و فرهنگی رو مبنی بر تأکید بر خشونت پرویزی داشتن و اینکه در واقع حتی بین افراد مختلفی که با مطالبات مختلف به اون تجمع پیوسته بودن، شاهد همبستگی به جای اختلافات بودیم و شاهد همبستگی به جای هر گونه بوده و همینطور به خشونت، در واقع پرهیز تاکید، یکی تاکید و پرهیز از خشونت و دومی تاکید از پرهیز از خشونت های کلامی، خشونت های منطقی، در واقع خشونت های تماسی نشون داد که این بلوغ در فعالیت مدنی شکل گرفته. اما یک اتفاقی که خیلی نگران کننده است این است که بله، این خشونت ها در حال کاهشه و تاکید هم داریم، ولی باید بر دو چیز در واقع دقت بکنیم. یکی این که این خشونت ممکن است در اثر تقابل یا اعلام اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست به مردم وجود بیاد. این جنبش های جدید اجتماعی هستند و قاعدتا هم جنبش هایی که شهروندان بر اساس جنبش های جدید اجتماعی انجام میدن، رسانه‌شون رسانه مرکزی نیست، رسانه‌شون سوشال مدیاست و در قالب سوشال مدیا اطلاع رسانی میکنن برای فعالیت پیگیری و هماهنگی این جنبش ها. اما در سوشال مدیا یا در واقع این رسانه‌هایی که مردم با هم پیام ها رو رد و بدل میکنن، باید مواظب باشن که سخنگویی، انتقال پیام یا آقای حسینی، یک سوال سریع ازتون می‌پرسم، وقت زیادی نداریم. نبود رهبری ثابت عملا برای این جنبش ها ممکنه به ضرر اونها تموم بشه یا به نفعشون؟ من میگم فقط من نبود رهبری ثابت رو الان نمیتونیم ما بگیم به ضرر یا به نفع، به خاطر اینکه ایجاد در واقع اعتماد یا ایجاد همبستگی برای شگیری یک نهاد یا شگیری یک فرد به عنوان رهبر کار سختیه، ولی مهمترین چیز اینه که خود شهروندان یا حاملان جنبش یاد بگیرن که از پیام‌ها و اطلاعاتی که در قالب سوشال مدیا در داخل جنبش ها رد و بدل میشه با دقت استفاده کنن و درگیر فیک نیوز ها، درگیر اطلاعات غلط و درگیر این بعضی از اطلاعاتی که میتواند با اغراض سیاسی یا اغراض دیگری داشته باشه نشن. مسئله دومم که میخواستم اینجا در واقع تاکید کنم، مسئله این است که سخنگویان این جنبش یا حتی کسانی که میان و در جمع حرف میزنن، در واقع نمایندگی میکنن در سوشال مدیا، باید دقت بشه که اونها افراد آگاهی باشن. یک هنرمندی در دوست هنرمندی که میاد در اصفهان حرف میزنه و اونگونه میاد و مثلا میخواد که اصفهان رو به یه منطقه مرکزی که دور تا دورش دیوار بکشه و این تفکر رو مطرح میکنه، این تفکر برای ملیت ایران خطرناک هست، اگرچه خیلی از حاملان یا معترضین اصلا به این تفکر اعتقادی ندارن. ممنونم از شما. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار از تهران. با فروش نخل‌های جنوب ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچنان ادامه دارد. کشاورزان به خاطر کم آبی مجبور می‌شوند نخل‌هایشان را بفروشند، هرچند صادرات نخل از ایران قاچاق محسوب می‌شود. گزارش مریم افشنگ رو ببینید. پیشتر هر 10 روز یک بار این نخلستان‌ها آبیاری می‌شد، حالا هر 100 روز یک بار، یعنی در فصل تابستان فقط یک بار آبیاری شده‌اند. بیابی و خشکسالی سالهای اخیر خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان از جمله نخلداران زده. اگر قبلا نخلی با آب و کود مناسب میتوانست تا 120 کیلو خرما تولید کند، حالا این رقم به 30 کیلوگرم رسیده، یعنی 1/4 دوران پرآبی. چند سالی است که نخلداران برای جبران خسارت کمبود خرما، درخت خرما را به حراج میگذارند و میفروشند، اکثرا به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری فارس به قوانین سهلگیرانه قطر برای واردات نخل مسن در جام جهانی 2022 اشاره کرده و گفته در 4 سال گذشته بعضی از باغداران درخواست صادرات نخل‌های فرسوده غیربومی را داشتند و تا به حال بخشی از آنها صادر شده.
زهرا جلیلی مقدم گفته که صادرات نخل و نهال خرما از نوع بومی و مثمر ممنوع است. با آغاز سال میلادی جدید این موضوع متوقف خواهد شد و سیاست وزارت جهاد کشاورزی صادرات نخل نیست. مقامات وزارت جهاد کشاورزی میگویند فروش نخل قاچاق محسوب می شود. امروز 9/8/1400 مرحله چهارم درآوردن و فروش نخل‌های روستای رودکاریاب. اما این گزارشی است که تلویزیون بوشهر پخش کرده. در این ویدیو بولدوزری در حال از ریشه درآوردن نخل هاست و بعد صادر کردن آن به کشورهای عرب منطقه را نشان می دهد. ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان خرما به دنیا بوده. حالا کم آبی کار را به جای رسانده که کشاورزی که نزدیک به 10 سال برای به ثمر نشستن نخلش صبر و هزینه می کند، یک شبه آن را از ریشه می کند و به آن چوب حراج می زند. مریم افشنگ، بی بی سی. نرخ رسمی تورم در ایران اندکی کاهش یافت. طبق بررسی مرکز آمار ایران، شاخص اصلی تورم در آبان ماه 44.4% بوده که 1% کمتر از ماه قبلشه. با وجود این، نرخ رشد قیمت مواد غذایی همچنان از بقیه کالاها و خدمات مصرفی بیشتره. همونطور که در گزارش بهرنگ تاجدین میبینیم، قیمت مواد غذایی در کمتر از 1.5 سال گذشته 2 برابر شده. خبر بد این است که قیمت‌ها همچنان دارند بالا می‌روند. خبر نسبتاً خوب این است که سرعت افزایششان اندکی کم شده. طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، شاخص اصلی سنجش تورم آبان ماه به 44.4% رسید که رقم بسیار بالایی است، ولی 1% کمتر از ماه مهر است. البته این به معنی کاهش قیمت ها نیست، بلکه قیمت کالاها و خدمات مصرفی از مهر تا آبان به طور متوسط 2.5% بیشتر شده. به گفته مرکز آمار، گران شدن پوشاک، خودرو، انواع سبزی، رب گوجه و نیز گوشت و محصولات پروتئینی عوامل اصلی تورم در آبان ماه بوده. در کل قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از بقیه مایحتاج روزمره مردم بالا می رود. این نمودار را ببینید. این شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی است و در 17 ماه گذشته 100% افزایش داشته. به عبارت دیگر، قیمت مواد غذایی از خرداد پارسال تا آبان امسال به طور متوسط 2 برابر شده. دولت ابراهیم رئیسی در چند ماهی که سر کار آمده بارها تأکید کرده که کنترل تورم یکی از اولویت‌های اصلیش است و معاون اول او با سر زدن به بازارهای مختلف از جمله این میدان میوه و تره‌بار تلاش کرده اهمیت این موضوع را برای دولت نشان بدهد. ولی محمد مخبر دیروز هشدار داد که حذف دلار 4200 تومانی میتواند موجب یک شوک تورمی دیگر شود. این بحث گرونی بالاخره زمینه‌هایی داره، یه پیش‌فرضایی داره که این به این شکل شده. بالاخره ما با یک کسری بودجه جدی مواجه هستیم. با درآمدهای محدودیت‌های درآمدی مواجه هستیم. تورم چیزی که تحویل گرفتیم یه تورم بالایی بوده. ارز ترجیحی که البته من واقعا مفید به حال کشور نمیدونمش، ولی بالاخره جزء ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها رو این چند سال متراکم نگه داشته. حتی بدون تکنرخی شدن ارز هم تورم لجام گسیخته 2-3 سال اخیر ضربه مهلکی به قدرت خرید اکثر ایرانیان زده. بدون افزایش قابل توجه درآمدها، روند افت سطح رفاه مردم ادامه پیدا می‌کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. 23 سال از قتل داریوش و پروانه فروهر گذشته، اتفاقی که در کنار قتل عده دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی ایران به دست ماموران وزارت اطلاعات به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. برای یادبود اونها امروز مراسمی در خانه فروهرها در تهران برگزار شد. پرسو فروهر، فعال حقوق بشر و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری از تهران، همین حالا با ما هست. خانم فروهر، به ما بگید که در این مراسم چه گذشت، چطور برگزار شد مراسمتون؟
مراسم با توجه به شرایط دشواری که از لحاظ کرونا همچنان بر ایران حاکمه، من اعلام کرده بودم که در فضای باز حیات خانه برگزار خواهد شد. خوشبختانه تعداد بسیار زیادی در این مراسم شرکت کردند. من حقیقتا انتظار نداشتم این استقبال گسترده رو و اینکه از طیف‌های گوناگون، رده‌های سنی گوناگون، کسانی که بسیار جوان بودند، اونقدر جوان که مسلماً وقتی که قتل‌های سیاسی پاییز 77 اتفاق افتاد هنوز در این دنیا نبودند یا کودک بودند، آمدند و در این حیات ایستادند. ما دو مجمع آتش داشتیم وسط حیات که گرمای امیدی که همواره در دل پدر و مادر من جوشید به خاطر آزادی و سربلندی ایران، اون رو به یاد بیاریم که همچنان پافشاری داریم بر دادخواهی قتل‌های سیاسی و پافشاری داریم بر نگهداشت حرمت دیگراندیشان در این جامعه. مراسم بسیار باشکوهی بود. من از تک تک کسانی که آمدند صمیمانه قدردانی میکنم. داریم تصاویری هم از مراسمی که همین امروز برگزار شد رو میبینیم و همون حیاتی که شما بهش اشاره کردید رو با هم دیدیم. میدونیم که در دولت‌های مختلف که آمدن بر سر کار، به هر حال تماما از شما رو به نوعی میخواستن متقاعد بکنن که از برگزاری این مراسم دست بردارید و به نوعی اون رو فراموش بکنید، ولی شما اصرار شما بر برگزاری این مراسم عملا اون رو زنده نگه داشته و مردم هم مطلع هستن کم و بیش از این مسئله. خواستتون چه هست؟ میخواید دقیقا چه اتفاقی بیفته؟ و این بار که در دولت جدید عملا دوباره به ایران رفتید، تفاوتی حس کردید به لحاظ امنیتی؟ آیا فضا امنیتی بود؟ ببینید، اولا این برگزاری این مراسم صرفاً بر شانه های من نبوده. در تمام طول سالها، همونطور که شما گفتید، سالها ممنوعیت و ممانعت از برگزاری این مراسم، سالها نردکشی، روانه کردن نیروهای امنیتی و انتظامی با اعتراض کسانی که میخواستند در این مراسم شرکت کنند روبرو شده. این پافشاری صرفاً از سوی من نبوده، بلکه از سوی بسیاری از کسانی بوده که هر سال آمدند و هر سال نشون دادند که میخوان در این مراسم شرکت کنند برای اینکه اعتراض کنند به قتل‌های سیاسی، برای اینکه به یاد بیارند خاطره کسانی رو که در این جامعه نوع دیگری می‌اندیشیدند، فعال سیاسی بودند و از حق حیات محروم شدند، قربانی قتل‌های سیستماتیک حکومتی شدند. در مورد همونطور که گفتید، در طی سال‌های گذشته به هر صورت این پافشاری از حدود 2-3 سال پیش شروع کرد به اینکه در این خونه باز بشه و ما تونستیم، غیر از سال گذشته که من نتونستم بیام ایران و اصولا فضای جامعه آنچنان انباشته از کرونا بود که هیچ نوع تجمعی نمیشد برقرار کرد، به غیر از اون شروع شده بود به باز شدن و امسال هم ممانعتی از این مراسم انجام نشد. ولی به اعتقاد من این پافشاری بر حق یادآوری است که ما تونستیم این حق رو پس بگیریم. ممنونم از شما پرستو فروهر، فعال حقوق بشر و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری از تهران با ما. خبرگزاری ایسنا با استناد به تازه ترین آمار مرکز آمار ایران گزارش داده که در بهار امسال بیش از 9000 کودک 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. بر اساس این گزارش، این تعداد در مقایسه با آمارهای فصلی 2 سال اخیر بی سابقه بوده. کودک همسری پیشتر از طرف بعضی از مقامهای جمهوری اسلامی موضوعی عادی تلقی شده بود، اما فعالان حقوق کودکان و زنان درباره رشد اون هشدار میدن. فرین عاصمی گزارش میدن.
آمار جدید مرکز آمار ایران از ازدواج دختران نوجوان. در بهار امسال دقیقاً 9753 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند. در مقایسه با بهار 3 سال گذشته آمار امسال بالاتر است. نگاهی به آمار 15 سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین موارد در سال 1385 بوده. بیش از 68,000 مورد. بعد از آن به طور میانگین هر سال 30,000 تا 40,000 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند. با این حال آمار دقیقی از ازدواج کودکان در ایران در دست نیست. خیلی از این ازدواج ها ثبت نمی شوند و در آمار رسمی نمی آید. در بسیاری از موارد ازدواج کودکان با انگیزه مالی انجام می گیرد. مانند روایت این زن در بوشهر. بازم 89 ساله کجا؟ دختر 10 ساله. فروختشه دیگه پوشه کودک همسری در راستای سیاست افزایش جمعیت در ایران هم هست. سیاستی که رهبر جمهوری اسلامی بر آنها تاکید دارد. ما 3 سال پیش با هم آشنا شدیم. من 16 سالم بود که خدا رو شکر با خانومم که 14 سال بود آشنا شدم. خدا رو شکر. ازدواج. قتل و غارت و خونریزی نه. دزدی و قاچاق و اختلاس نه. ازدواج. کمپین هایی از این دست برای تبلیغ ازدواج زیر 15 سال هم در همین راستا صورت می گیرد. و البته تشویق هایی مانند دادن وام ازدواج با رقم هایی تا 200 میلیون تومان. این صحبت های پارسال محمد مهدی تندگویان معاون وقت وزارت ورزش و جوانان در این باره. بعد از افزایش وام ازدواج، موضوع کودک همسری در بعضی نقاط ایران به شدت افزایش یافته و دست کم در بعضی مناطق تا 4 برابر بیشتر شده. در سالهای گذشته تلاشهایی هم برای متوقف کردن ازدواج کودکان صورت گرفت، اما به در بسته خورد. گزارش کمیسیون 3 سال پیش لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. علت دلایل شرعی. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پارسال از حکومت ایران خواست به کودک همسری پایان دهد. آثار ازدواج کودکان بر جسم و روحشان انکارناپذیر است. کودکانی که به جای کودکی کردن پای سفره عقد می نشینند و ناخواسته پا در کفش بزرگ سالان می کنند. کفشی که برایشان گشاد است. فرین آسمی، بی بی سی. پوریا جعفری در دومین قسمت از مجموع گزارش های مربوط به جام جهانی 2022 قطر نگاهی کرده به استادیوم های این کشور که خیلی طراحی فوق‌العاده‌ای دارن، اما خب مشکلاتشون هم کم نبوده. استادیوم های جام جهانی 2022 قطر، خانه های فوتبال، بعضی از آنها شاهکارهای معماری، از نکاتی که این جام جهانی را از دوره های قبلی متمایز می کند. استادیوم هایی که با توجه به شرایط سخت آب و هوایی این منطقه و فرهنگ این کشور طراحی شدند. همه استادیوم های جام جهانی تا قبل از آخر امسال آماده خواهند بود و این به ما یک سال فرصت میده تا اونها را آزمایش کنیم. حالا دیگه تمرکز ما روی کارایی استادیوم هاست. ما تورنمنت ها و همچنین مسابقه های غیر رسمی زیادی رو برگزار کردیم و الان میخوایم بازی های رسمی بیشتری برگزار کنیم تا بتونیم طرحهای خودمون رو آزمایش کنیم. برای ساختن این استادیوم ها تعدادی از بهترین های جهان استخدام شدند. یکی از آنها زها حدید، آرشیتکت فقید عراقی. خانم حدید که 5 سال پیش در 65 سالگی از دنیا رفت، شاهد اولین جام جهانی خاورمیانه نخواهد بود. اما طرحی که برای استادیوم جنوب داد، مثل خیلی دیگر از کارهای او جاودانه شد. استادیومی که قرار است به توسعه شهری قطر در این قسمت کشور کمک کند. طرحش همچون قایقی برعکس. قایقی که غواصان مروارید خلیج فارس بعد از یک روز کاری به ساحل برمیگردانند. طراحی فوق‌العاده که نه تنها زیباست، بلکه مهمترین نکته را هم فراموش نکرده. اینکه اینجا برای فوتبال بازی کردن و لذت بردن از تماشای این بازی ساخته شده. یکی از زیبایی‌های طراحی این استادیوم در اینجاست که هر جای این صندلی‌ها رو که بشینید و فرقی هم نمی‌کنه که چقدر پول بلیط دادید بابت اون صندلی، ولی که یک دید عالی از زمین، بازیکنهای دوتا تیم و همینطور کادر فنی خواهید داشت.
و البته یکی از مهمترین عواملی که در طراحی این استادیوم ها به آن دقت شده پایداری سازه هاست. بعد از گرفتن میزبانی بزرگترین چالش قطر برگزاری بازی ها در تابستان سوزان این منطقه بود. مشکلی که توسط علم و دکتر سعود عبدالعزیز از دانشگاه قطر حل شد. بزرگترین چالش در این پروژه اینه که با توجه به باز بودن سقف استادیوم هوای داخل اون رو چطور بتونیم خنک نگه داریم؟ چطور اجازه ندیم که هوای گرم محیط اطراف وارد ورزشگاه بشه؟ راه حل نهایی که برای این مسئله پیدا کردیم جدا کردن اونها با استفاده از تفاوت فشار هوای گرم و سرده. سیستمی خنک کننده که علاوه بر استادیوم و تأمین دمای مناسب برای فوتبال تماشاگران را هم از یاد نمرده تا بتوانند در یک شرایط ایدئال بازی را نگاه کنند و شاید مهمتر از همه این که در راستای حفاظت از محیط زیست برای سرمایش داخل استادیوم از سوخت‌های فسیلی استفاده نمی‌شود. زیر تمام صندلی‌های این ورزشگاه یک همچین جعبه‌ای قرار داده شده. این جعبه پلاستیکی رو ما در دانشگاه قطر طراحی کردیم. هوای خنک شده از این طریق وارد استادیوم میشه و بعد برمیگرده. این سیستم تهویه مطبوع به معنی کلمه در گرمترین روزهای سال هم اجازه می‌دهد که داخل استادیوم بشود از فوتبال لذت برد. تهویه مطبوع در 7 استادیوم از 8 استادیوم جام جهانی نصب شده. فقط استادیوم رأس ابو عبود این سیستم را ندارد که البته این یکی بعد از جام جهانی از هم باز می شود و قطعاتش بازیافت خواهند شد. از زمانی که قطر 10 سال پیش میزبان جام جهانی 2022 شد با انتقادهای بسیار زیادی روبرو بوده. یکی در نحوه به دست آوردن آراء لازم برای این انتخاب و دیگری به خاطر شرایط کاری کارگرانی که برای کار روی ساخت و ساز استادیوم‌های جام جهانی استخدام شدند. مشخص بود که در تابستان‌های طولانی و طاقت فرسای قطر کارگران مجبور می‌شوند در شرایطی بسیار سخت و سوزان کار کنند. قطر در پاسخ به این انتقادها می‌گوید که با عوض کردن ساعات کاری و بیمه درمان برای کارگران شرایط بهتری مهیا کرده است. تغییراتی که البته شاید بدون همان انتقادهای بین‌المللی انجام نمی‌شد. بعضی دیگر هم بودند که از انتخاب این کشور به خاطر کوچک بودن آن راضی نبودند. که قطری‌ها در جواب می‌گویند این اولین جام جهانی تاریخ است که خبری از پروازهای داخلی نخواهد بود و به نوعی سبز در این دوره جام. پوریا جعفر، BBC، دوحه. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی وبسایت BBC فارسی و یوتیوب هم تماشا بکنید. ممنون که همراه ما بودید.